تولد تاجیک سون جهان را سوی مرکزی رادیو زودی پیش نیز شما میکنیم. شالو گل خواجه استم سلام. امروز 12 نوامبر در برنامه خبری این موضوع را داریم. دوشنبه جای گاو و خر نیست. مقامات توجیک دوباره با بیرون کردن چوروی خرد و کلان از حدود پایتخت شروع نمودند. اساس برای تازگی مقصد همین حکومت باید همین شهر هم وقت تازه بود. آیا وارد کردن گوشت های خارجی و تاسیس مغازه های موثر گوشت فروشی در دوشنبه نرخ را پایین میبرد؟ و ترکیه قصد دارد از اروپایی و امریکایی گروه تندروی دولت اسلامی را که در این کشور بازداشت شدند به کشورشان برگرداند. ما صرف نظر از عملکرد کشورهای اروپایی آنها را برمیگردانیم. اگر آنها گویند که جهادی ها از شهروندی محروم شدند، ما میگوییم که هر کاری میخواهید کنید. شوم 11 نوامبر در پاریس رئیس جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت فرانسه و دبیر کلی سازمان ملل متحد ملاقات کرده است. گفتگو در حوشه همایش اوید به صلح جریان گرفت. رهبران تاجیکستان و فرانسه در این صحبت به مذاکرات طرفین که همکاری های دو جانبه را در بر داشت بهای مثبت دادند. ضمن قبل از زیارت فرانسه در سوریخ شویتسریا امام علی رحمان با جیمی فلای پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی دیدار داشت و وعده داد که مشکل اقلیتی دسته خبرنگاران رادیویی آزادی در تاجیکستان حل می شود. سفر رسمی امام علی رحمان به اروپا 4 نوامبر آغاز یافته قرار است امروز انجام یابد. روز 8 نوامبر گروهی از مخالفان توجیک در پاریس تجمع اعتراضی دایر نموده آزادی محبوسان سیاسی، ختم شکنجه در زندان ها و برگزاری انتخابات آزاد و شفاف را طلب کردند. در دوشنبه مقامات دیگر باره مسئله بیرون کردن چوروی خرد و کلان را از حدود پایتخت جدی گرفتند. از مسئولین طلب شده است که برای منع پوره پرورش چورو از جمله اسب و خر و دیگر جانوران خانگی دست به کار شوند. هنوز 10 سال پیش زمانی که شهرداری وقت نگاهبین چورو را در دوشنبه منع کرده بود، بیشتر ساکنان بوز و گاو و گوسفندانشان را فروختند و از شیر و گوشت رایگان محروم شدند. اما طبر زرنگیزی نوروز شون میگوید هنوز اویله های نیز هستند که با هر وسیطه کوشش میکنند چوروی خود را که یک منبع درآمد و زندگیشون است حفظ نمایند. تا چند سال پیش در این محله واقع در شمال شهری دوشنبه تا 70% ساکنان چوروا داشتند و این یک جنبه درآمدشان بود. پس از ممنوع شدن پرورش چوروا در حدود پایتخت اکثریت مجبور شدند از نگاهوبین گاو و مال در منزلشان دست کشند. سیراج‌الدین قادیروف در محله خوجنبیو به تازگی رئیس تعیین شده است. در نخستین جلسه او دستور گرفته است به اجرای قراری منع شدن پرورش چوروا در منزل ساکنان جدی رسیدگی کند. ما این پگاهی در نوحه مجلس عمومی بود، در اینجا رئیس نوحه با ما فهموندن که در مسئله چوروا برهم دادن چوروا را پیشنهاد کردند. با حرکت میکنم، من مثال با ازا دیده میبریم کدام خانه اگر باشه بیرون میکنیم، برهم میتونیم. نگاه داشتن پرندگان، حیوانات وحشی و خانگی از قبیل گاو و گوسفند، خر و اسب به استثنای گربه و سگ و پرنده های کوچک غیر استعمالی در دوشنبه جنایت دانسته میشود. پارلمان کشور این قانون را سال 2009 تصویب کرد، ولی مقامات این مسئله را از اخیرهای سال 2013 سخت گرفتند. با گذشت چند سال شهرداری دوشنبه اخیراً دیگر باره مسئولین را موظف کرده است که برای منع پوره چوروا پروری در شهر تلاش کنند. اساس برای تازگی این مقصد همین حکومت باید همین شهر هم وقت تازه باشد. سفرعلی ساکن پایتخت میگوید به خاطر جریمه نشدن و رعایت قانون چند سال پیش دو سر چوروای خود را فروخت. این تصمیم یک منبع تامین خانواده اش را کم کرد. کدام آدم که چطور 400 تومان جریمه کردن ما بردا فروختیم. ای ترس که کنش که نشود. هنوز هم مشاهده می شود که برخی پنهانی از مقامات در حدود منزل خود به پرورش چوروای ممنوع ادامه می دهند. حکمت‌الله اسماتوف هم 2 سال پیش آخرین مالش را فروخت. هرچند از قرار منع چوروا پروری در شهر خوشحال نیست، اما به اندیشه او فعلا در پایتخت برای نگاهوبین چوروا یگان شرایط وجود ندارد. مشکل های که نبین نگاه که کنجولا قیمت هایی مثل علف قیمت علف هم یفته نکنیم. خانه هم تنگ شد. خانه ها تنگ شد. ایجو خیلی جوک شد بود کارخوز بود.
شد بود میکردیم میگرفتیم هم خیلی. طبق قانون درباره مقام پایتخت تاجیکستان افرادی که در حوالی خود چوروای کلان و خرد نگاه و بین میکنند از 500 تا 1000 سومانی جریمه میشوند. از موضوع چورو پروری به مسئله نرخ گوشت رو میوریم که مقامات در دو سال اخیر برای تنظیم نرخ آن راه‌های مختلف رو میوزمویند. تو امروز اقدام های زیاده پیاده کرده شدند، اما نرخ گوشت همانو به سوی بالا مال دارد. اخیرا تصمیم شد که صدها تن گوشت از بیلاروس به تاجیکستان آورده شود و در پایتخت شبکه مغازه‌ای زمانوی گوشت فروشی تاسیس می‌یابد. درباره نخستین چنین مغازه سروینوز روح‌الله و شهلای عبدالله گزارش می‌دهند. بعد از بالاروی های پای در پای نرخ گوشت در کشور، از جمله دوشنبه، شهرداری تصمیم گرفته است که این بازار را تنظیم کند. این اولین مغازه مخصوصی گوشت فروشی در شهر دوشنبه است و قرار است تا ماهای بعدی چندین عدد چنین مغازه ها به فعالیت شروع کنند. هدف از باز شدن مغازه های مخصوصی گوشت فروشی در شهر دوشنبه هم تنظیم نرخ گوشت و محصولات گوشتی در بازارهای کشور گفته می شود که این موضوع و بالاروی نرخ گوشت همیشه در جامعه تاجیکستان از موضوعهای داغ است. در این مغازه گوشت نسبت به بازارها ارزان تر فروخته می شود، چون به گوشت فروشان برای 3 ماه امتیاز داده شده است. خریداران هم از باز شدن چنین فروشگاه استقبال می کنند و امیدوارند با تنظیم نرخ گوشت دسترسی ساکنان به محصولات نیازی اولیه بیشتر می شود. نرخ بزر از اونتر و فکرم بزر 55 تا 60 اینجا دیده 3 ماه هم نبومدیم 50 سومونی خیلی نظر برای از اونتر مغازه خوشروی تازه. موضوع تامین اهالی با گوشت که چند سال اخیر پیوسته بالاروی نرخ و کمچین شدن آن مایه نگرانی مردم می شود، چند پیش در پارلمان هم بررسی شد. تحلیلگران میگند بازار این محصولات در حال تنظیم می شود که مونوپولی آن به دست دولت گذرد. باید که نظارت نرخ در بازارهای خرید فروش مال بوده باشد، یعنی که دولت عهده‌داری نرخ گوشت را با عهده گیرد، یعنی که چگونه، یعنی که همین بالاروی نرخ گوشت، یعنی که تنظیم نرخ در اداره دولت بودنش در کرد. فعلا اهالی تاجیکستان اساسا از حساب چوروای خودی با گوشت تامین می شوند. در سال روان به اطلاع رسمی وزارت کشاورزی در کشور 74 هزار تن گوشت استحصال شده است. طبق اطلاع رسمی در حال حاضر در کشور بیش از 2 میلیون گاو و 5 میلیون گوسفند شمرده شده است. مقامات تا امروز چند دفعه برای به اعتدال آوردن نرخ گوشت چورههای را روی دست گرفتند، ولی کارشناسان میگویند موفق نشدند. از جمله مقامات برای کاسبان نرخ یگانه گوشت را تعیین میکردند یا یرمارکه تشکیل مینمودند. تعیین نرخ پست به کمچینی گوشت سبب شده، صفت محصولات یرمارکه ها برها تنقید شده است. سروینوز روح‌الله گزارش می‌داد. در واقع بیشتر کاربران رادیو زودی صبح امروز درباره صفت گوشتی که از خارج وارد می‌شود سوال کردند. پس به سمع شما بینندگان عزیز می‌رسانیم که مقامات تاجیکستان می‌گویند از شرکت گوشت را خریداری می‌کنند که دارای مجوز حلال می‌باشند. حالا می رویم به افغانستان که در این کشور 3 عضو بلندپایه گروه جنگجوی شبکه حقانی و طالبان افغان را با 1 اسیر آمریکایی و 1 معلم استرالیایی تبادل می کنند. به همین ترتیب در مقابل 3 نفر جنگجو، کوین کینگ 60 ساله و تیمتی ویکسی 48 ساله از اسارت گروه طالبان رها می گردند. تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه جانبه شرکای بین‌المللی ما دستگیر گردیده و از مدت بدین سو در توقیف خانه بگرام زیر نظارت دولت افغانستان بودن، به طور مشروط از بند رها سازم. این 3 نفر عبارتند: آجی مالی خان دیوالی خان زوی، عبدالرشید محمد عمر زوی، انس دجلال الدین زوی. روزی سه‌شنبه در یک نشست مطبوعاتی رهبر افغان تاکید کرد که جنگجویان رها شده زیر نظر نظامیان آمریکا به کشور قطر فرستاده می‌شوند. در مشوره با شرکای بین‌المللی افغانستان و به خصوص ایالات متحده آمریکا، ما مکانیزم و روش را در پیش گرفته‌ایم که رهایی مشروط این 3 نفر به معنای تقویت صفوف دشمن و تشدید عملاتشان نخواهد شد.
تدابیر مشترک بین ما و شرکای بین المللی ما چنان است که این تصمیم دشوار اما قابل درک بتواند هم قوت ما را به نمایش بگذارد و هم نیت ما را که خواهان صلح هستیم و برای اعتماد سازی آغاز مذاکرات رو در رو و حل صلح‌آمیز این بدبختی توان و اراده اتخاذ تصمیم های سخت و جدی را نیز دارد. منصبداران افغان باور دارند که این تبادل اسیران راه را برای مذاکرات مستقیم با طالبان باز خواهد کرد. ترکیه سر از روز 11 نویبر بازگردان جهادی های بازداشت شده را آغاز نمود. مقامات ترکیه کشورهای اروپایی را با خودداری از قبول شهروندانش که اعضای گروه دهشت افکن دولت اسلامی میباشند متهم میکند. اردوغان بارها کشورهای اروپا را برای آن تاکید کرد که نسبت به تقدیر منبعه شهروندانی زر خریدشان بی‌توجهی ظاهر میکند. در عین زمان مقامات ترک میگویند این کشور میمونخانه برای اعضای خارجی دویش نیست. ضمناً از تاجیکستان نیز در گذشته صدها نفر به گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته و خانواده های خود را به عراق و سوریه برده بودند. تا به حال معلوم نیست که آیا تاجیکان در زندان های ترکیه قرار دارند یا نه. براد یوسفی با تفصیلات بیشتر. وزیر کارهای داخلی ترکیه میگوید کشورش مجبور شده است حل سرنوشت جهادی های بازداشت شده را خود حل کند. آخر هفته گذشته او گفت که روز دوشنبه 11 نویبر استرداد اعضای بازداشت شده گروه دهشت افکن دولت اسلامی یا خود داعش را آغاز نموده از شهروندی محروم شدن یا نشدن آنها را مد نظر نخواهد گرفت. ما به آنها میگوییم که از 11 نویبر استرداد شهروندانشان را شروع میکنیم. ما صرف نظر از عملکرد کشورهای اروپایی آنها را برمیگردانیم. اگر آنها گویند که جهادی ها از شهروندی محروم شدند، ما میگوییم که هر کاری میخواهید کنید. طبق اطلاع رسیده در قدم اول یک آلمانی و یک دانیاگی بازگردانیده شدند. ترکیه همچنین اعلام کرد قرار است 3 مرد، 5 زن و 2 کودک را که شهروندان آلمان هستند به این کشور بازگرداند. ترکیه همچنین اعلام کرده است که قرار است روز پنجشنبه 11 فرانسوی و 2 ایرلندی بازگردانیده شوند. تصمیم مقامات ترکیه زمان اعلان شد که پیشوایان کردها به رهبران ممالک اروپایی درباره بازگشت احتمالی جنگجویان داعش از سوریه هشدار داده به آنها توصیه دادند که در مقابل ترکیه از موقع شدید تر کار گیرند. بیرونشوی نیروهای ایالات متحده آمریکا از شمال سوریه که با فرمان پرزیدنت این کشور دونالد ترامپ به وقوع پیوست راه را برای عملیات ترکیه بر ضد کردهای سوریه باز نمود. سپاه کردهای سوریه در مبارزه با داعش پیشقدم بوده اسیران از این گروه دهشت افکن را در اردوگاه ها و بازداشتگاه هایشان نظارت میکرد. به قول کردها امکان دارد که سلاح به دستان داعش مرز سوریه و ترکیه را عبور کنند. با گفته مقامات ترک 737 عضو گروه دولت اسلامی که شهروندان کشورهای دیگر هستند در حال حاضر در زندانهای ترکیه نگهداری می شوند. مسئله بازگردانیدن اعضای داعش به کشورهای اروپایی و همچنین زنان و فرزندان آنها موضوع بحث های دامنه‌دار در این کشورها بوده است. از جمله به گزارش رسانه های عربی در اردوگاه الحول در 45 کیلومتری شهر جنگزده الحساکا در شمال شرق سوریه بیش از 3000 کودک از مادران غیر سوریگی به سر میبرند که کشور مادری و یا پدریشان حاضر به پذیرفتن آنها نیستند. و مسئولان ریاست کارهای داخلی دوشنبه زید علی‌دین بکخولوف بلوگری که برای سنجش صداقت دوست‌داشته‌اش او را برای ملاقات به پرتوگو برده از این رویداد ویدیوی پرانک یا فانت نشر کرده است پرونده ماموری گشودند. مقامات میگویند نوار شان و اعتبار دختران را پس زده است، اما مؤلف گفته است این تنها بازی بود و به این واسطه میخواستند در شبکه یوتیوب تماشابین زیاد جلب کرده پول بیشتر به دست آورند. بررسی قضیه ادامه دارد. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. سپاس از شما که تو این لحظه ما را همراهی کردید و شما می توانید اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی در نشانی www.azadi.org بخونید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ویدیوهای ما را تماشا کنید. صبح فردا شما را در برنامه نوید بامدادی منتظر می شوم. تا آن دم خدا نگهدار.